بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شاگردای عزیز و محترم عرض سلام دارم. امیدوار هستم که همه شما از صحت کامل برخوردار باشین و حاضر و شاداب باشین تا اینکه انشاءالله بتونیم یک درس خوب دیگر با شما داشته باشیم. موضوع درس امروز ما از بیولوژی صنف هشتم هست، از فصل دومش که در حقیقت درس سومش آغاز میکنم خدمت شما. پس بیولوژی صنف هشتم درس سوم ما هست و عنوان درس ما فصل دوم هست که عبارت باشه از فصل دوم عنوانش هست از ویروس ها تا فنجی. خب بحث امروز ما در رابطه با ویروس ها هست و ویروس در حقیقت یک موجودات زنده هستن که البته نمیتونیم بگیم دقیق که موجود زنده هستن یا خیر، که در ادامه برای شما خواهد گفتیم که دانشمندان در این قسمت نظرات مختلف دارن، اما آنچه که واقعا میشه و او معتقد بود ایست که ویروس ها در خارج از ارگانیسم زنده و در خارج از حجرات زنده نیستن، چون هیچ شباهتی به موجود زنده ندارن و هیچ فعالیتی که نشانی از حیات داشته باشه در خارج از ارگانیسم ما نمیتونیم که در ویروس ها شاهد باشیم. خب ما در فصل قبلی طبقه آمدی موجودات زنده رو برای شما عرض کردیم و 6 عالم براتون معرفی کردیم، عالم هایی که به ترتیب از بکتریا شروع شده بود، بعد ارک بکتریا، بعد پروتستا و بعد فنجی و در نهایت نباتات و حیوانات. این 6 عالم بود که برای شما معرفی کردیم. باید بدانه شما شاید عزیز که علاوه بر این 6 عالم ما یک موجودات دیگری هم داریم، نمیگیم زنده. دقت بکنین فعلا کلمه زنده را برای ویروس استعمال نمیکنیم. ویروس ها موجوداتی هستند که علاوه بر او 6 عالم میتونیم معرفیش بکنیم، به خاطر از اینکه ویروس یک موجودی هست که میتونه وارد ارگانیسم زنده شوه و تکثیر بکنه خودش و بعد در نهایت ایجاد مریضی بکنه. ویروس کرونا امروز معرف حضور همه هست و میدونین که چقدر تانسته که تأثیر بگذاره بر زندگی و حیات انسانها و متحول بسازه همه چی را در کره زمین. خب ویروس ها پس با وجود از اینکه ذرات بسیار کوچکی هستند و نمیتونیم اونها را شامل یکی از 6 عالم از عالم های موجودات زنده قرار بدیم، اما واقعا میتونن که بیماری های خطرناکی را ایجاد بکنن که در ادامه درس برای شما بیشتر توضیح میدیم. خب عرض کردیم که ویروس ها موجودات هستن که شامل هیچ کدام از 6 عالم از عالم هایی که ما در طبقه بندی موجودات زنده برای شما معرفی کردیم نمیتونیم اونا رو بسازیم، به خاطر از اینکه هیچ شباهتی با هیچ کدام از موجودات زنده دیگر ندارن و یک موجودات خاصی هستن که وجود دارند و حتی نمیتونیم بگیم زنده هستن، ذرات هستن، ولی به محض اینکه وارد ارگانیسم زنده شدن، وارد بدن انسان شدن، میتونن که از خود فعالیت نشان بدن، به سرعت تکثیر بکنن و تمام یک ارگانیسم زنده را دچار عرض کنیم که خطر بسازن. خب ویروس ها در حقیقت از این کلمه لاتین گرفته شده که این کلمه لاتین به معنای مایع زهری است و از آنجایی که ویروس ها عمدتاً باعث ایجاد مریضی میشن مایع زهری در خودشان میداشته باشن و اولین ویروس در برگ یک نبات به نام تنباکو کشف شد که سالها قبل بود و امروز ما انواع متعدد از ویروس ها را داریم. خب چرا یک سوال خیلی مهم که بیشترم گفتیم سوال را، چرا دانشمندان بیولوژی ویروس را شامل موجودات زنده نمی دانند و به همین خاطر در طبقه بندی شامل هیچ کدام از او 6 عالم نکردن ویروس را؟ دو دلیل عمده وجود داره. اولین دلیلی که ویروس ها تمام خصوصیات موجود زنده را ندارن. یعنی خصوصیات موجود زنده چی هست؟ موجود زنده میتونن که تکثر بکنن، موجود زنده میتونن که در به شکل کاملا مستقل زنده باشن، ولی ویروس ها هیچ وقت مستقل زنده نیستن و در خارج از بدن موجود زنده زندگی نمیکنن اصلا و آثار حیات در اون وجود نداره و به محض اینکه وارد بدن موجود زنده شدن میتونن که آثار حیات را از خودشون بروز بدن. و دوم اینکه ویروس ها خارج از حجره همیشه غیر فعال هستن و هیچ اثر حیاتی از اون وجود نداره. به این دو دلیل ما میگیم که ویروس ها موجود زنده نیستن و دانشمندان اونا رو شامل هیچ کدام از کاتگوری های طبقه بندی موجودات زنده قرارش ندادن. خب اما بیایم به سراغ
آناتومی یا شکل و ساختمان ویروس ها که ویروس در حقیقت از چی ساخته شده. ببینید ویروس ها در حقیقت دو قسمت دارن، یک پوشش پروتئینی دارن به نام کپسید و یک قسمت داخلی دارن. دقت بکنید اگر بخوایم ویروس ها را براتون نمایش بدیم، ویروس ها عرض کردیم که ساختمان بدنشان از دو بخش ساخته شده، یک پوش پروتئینی دارن که اصطلاحاً اینو میگیم کپسید و همچنین یک محتویات بخش داخلی دارن که بخش داخلیش یا دی ان ای هست، بخش داخلی یا دی ان ای هست و یا هم یا آر ان ای، یعنی همزمان هر دو تایش نداره. یک ویروس میتونه که در داخل بخش داخلی خودش که توسط پوش پروتئینی کپسید احاطه شده یا دی ان ای داشته باشه و یا هم آر ان ای داشته باشه. میدونن که ویروس کرونا در حقیقت از این دو نوع آر ان ای و دی ان ای نوع آر ان ای خودش داره و یک ویروس بسیار خطرناک شناخته شده که البته بر سطح خودش فرض کنین اگر ما یک ویروس در نظر بگیریم، این میشه همین پوش پروتئینیش یا کپسید و این هم محتویات داخلیش که آر ان ای باشه و در ویروس کرونا در روی خودش ساختمان های تاج مانند را هم معمولا داره و به همین خاطر کرونا بهش میگن، چون کرون به معنای تاج هست. خب میام به سراغ این که ویروس ها چه اشکال میتونن داشته باشن از نظر شکل و ساختمان ظاهری خودشان. ویروس ها میتونن که کروی باشن، میتونن که استوانه‌ای یا چوبک مانند باشن، میتونن که فنر مانند باشن. ویروس های کروی مثل ویروس ایدز و انفلانزا و کرونا که خود کرونا هم از جمله ویروس های کروی هست و ویروس ایدز و همچنین ویروسی که عامل مریضی انفلانزا هست، اینها از نظر شکل کروی مانند هستند و شکل لاروای بقه هم بعضی ویروس ها به شکل لاروا هستند، یعنی حالت لاروای بقه را اگه دیده باشین مثل یک ماییه که بسیار کوچک که یک دم هم داره، این هم ما میگیم لاروای بقه. بعضی ویروس ها شبیه لاروای بقه می باشند، مثل ویروس بکتریوفاژ. ویروس بکتریوفاژ ویروس هست که بکتریا ها را مصاب می سازه، یعنی ویروس به بکتریا حمله میکنه. در حقیقت ویروس ها خیلی کوچکتر از بکتری ها هستن و میتونن حتی بکتری ها را هم مصاب بسازن. خب و شکل دیگه هم شکل مینمانند هست. پس در مجموع میتونیم بگیم که ویروس ها از نظر شکل سه نوع عمده هستن: کروی مثل ایدز یا کرونا، و ویروس هایی هستن که حالت لاروایی دارن مثل لاروای بقه هستن، مثل چی؟ مثل بکتریوفاژ. بعضی ویروس ها هم هستن که از نظر شکل اینها میلمانند هستن، ویروس های میلمانند که مثل چی؟ مثل ویروس تنباکو. ویروس تنباکو، گفتیم ویروس تنباکو اولین ویروسی بود که کشف شد، یعنی اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. خب این ویروس از نوع میلمانند یا استوانه‌ای مانند هست. خب سایر مشخصات ویروس چی است؟ ویروس ها از نظر جسامت و سایز یا اندازه خودشان خیلی کوچکتر از بکتری ها هستن و به همین خاطر فقط و فقط ما میتونیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ مشاهده کنیم. ما دو نوع میکروسکوپ در به شکل عمده داریم: میکروسکوپ های نوری داریم یا مرکب و میکروسکوپ های الکترونی داریم، که میکروسکوپ های الکترونی در حقیقت یک دستگاه بسیار بزرگ هست که از طریق شعاعات الکترونی و تشعشعات الکترون ها ما میتونیم که اشیای بسیار کوچک مثل ویروس را مشاهده بکنیم و مورد مطالعه قرار بدیم. اما نقش ویروس ها در محیط چی هست؟ شاید عزیز، ویروس جز ایجاد مرض در محیط اثر دیگری نمیتونه داشته باشه. انواع بیماری ها را میتونه ایجاد بکنه. ویروس ها میتونن که سبب تولید امراض مثل چیچک، مثل سرخکان، مثل فلج اطفال که بسیار شایع هست متاسفانه، البته کم شده ولی در کشور ما متاسفانه هنوز وقوعات فلج اطفال وجود داره، امراض مثل کلچرک یا اوریون و امراض مثل ایدز و امراضی مثل کرونا که امروز دنیا را متحول ساخته و تحت تاثیر خودش قرار داده. اینها امراضی است که توسط ویروس ها ایجاد میشن. ویروس ها در نباتات هم میتونن سبب امراض شوند
مثل تولید خالهای زرد و شکل موزاییک در برگ تنباکو یا در برگ بانجان رومی. یعنی بعض وقتا برگ تنباکو را به عنوان یک نبات تنباکو مورد حمله قرار میده ویروس ها. بعضی ویروس های دیگه وجود دارن که سبب ایجاد خالها یا لکه های زرد رنگ میشن در به شکل موزاییک در برگ نبات بانجان رومی. خب تأثیر ویروس ها بر باکتری ها را بررسی میکنیم. ویروس میتونه بر باکتری ها هم حمله بکنه و اون داره مورد تأثیر خودش قرار بده که این ویروس خاص را ما بهش میگیم باکتریوفاژ. اینجا نشته کردیم بشه ویروسی که حمله میکنه بر باکتری ها و اونا را مصاب میسازه اسمش هست باکتریوفاژ. خب وقتی که ویروس بر باکتری ها حمله کرد ویروس بر باکتری ها حمله کرد چه اتفاقایی خواهد افتاد؟ تأثیرات ویروس بر باکتری ها چی هست؟ ویروس ها ابتدا خودشان نصب میکنن بر روی حجره باکتری ها. باکتری که خودش یک حجره است ویروس خودش نصب میکنه. بعد از اون ویروس دی ان ای خودش به داخل حجره باکتری ها وارد میسازه یا به اصطلاح تزریق میکنه. هرچه باکتری ها این محتویاتی که در داخل ویروس هست این محتویاتی که در خودش هست همه رو داخل حجره باکتری ها میسازه. بعد از اون ویروس این محتویات یا دی ان ای که در داخل باکتری ها آمد از داخل ویروس شروع میکنه به تکثیر و افزایش حجم و در اثر تکثیر بیش از حد باعث میشه که حجره باکتری ها بترقه. یعنی باعث کفیدن یا ترقیدن حجره باکتری ها میشه و کل حجره را از بین میبره و لذا ویروس از این خاطر میتونه بسیار خطرناک باشه، چرا که وقتی که وارد یک ارگانیسم زنده یا حجره زنده شد به سرعت تکثر میکنه و حجرات مجاور را هم آلوده میسازه. خب اینها معلومات بود در رابطه با ویروس که امروز خلاصه تمام دنیا متأثر از ویروس هست، ویروس کرونا، که شما شاگرده عزیز بسیار باید محتاط باشین، همیشه احتیاط بکنین و راههایی را که باعث میشه این ویروس وارد بدن انسان بشه و بدن انسان را ضعیف بسازه و در نهایت خدای نکرده منجر به مرگ بشه این راهها را شما مسدود بکنین. بهترین راه برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس این است که انسان وقایه داشته باشه و راههای ورودش به بدن را ببنده. بنابراین بهترین کار حفظ صحه فردی هست و همون توصیه هایی که از طریق ارگان های صحی برای شما رسیده. بیاییم به سراغ عنوان بعدی درس ما که معرفی باکتریا باشه. باکتریا ها چه موجوداتی هستند؟ خیلی خلاصه در این درس برای شما در مورد باکتریا توضیح میتیم تا جزئیات بیشتر بتونیم در درس بعدی برای شما شاید عزیز بحث بکنیم. خب باکتریا ها همونطور که در معرفی عالم باکتریا برای شما گفتیم موجودات وحید الحجروی هستند که این باکتری ها در حقیقت کل جسامتشان یا کل بدنشان از یک حجره صرفا ساخته شده و هم حجره‌ای که حقیقی نیست، یعنی دارای هسته واقعی نیستن، بلکه محتویات هستویشان در داخل سایتوپلازم به شکل پراکنده وجود داره. خب باکتری ها میتونن هم به صورت انفرادی و یکدانگی مثلا زندگی بکنن و هم میتونن به صورت گروه و یک زنجیر و زنجیر چسبیده به هم زندگی بکنن. اشکال باکتری ها پیشتر براتون در رابطه با ویروس گفتیم، اما باکتری ها از نظر شکل به چند دسته میتونیم تقسیم بکنیم. ما باکتری های میله مانند داریم، باکتری های کروی داریم، باکتری های فنرمانند داریم که خب اینا سه شکل عمده از باکتری ها هستن. پس باکتری ها میتونن یا کروی باشن یا میله مانند باشن و یا هم فنرمانند باشن که حالا ما برای شما خواهد گفتیم که هر کدام از اینا چه امراضی را میتونن ایجاد بکنن. خب نوع از باکتری فنرمانند است که شکل یک نوع باکتری فنرمانند خاص است که شکل کامه را داره، به شکل کامه مانند اصطلاحا اینو میگیم باکتری کامه مانند که در حقیقت یک نوع فنر هست خودش هم، یعنی از نظر شکل میتونیم جزء انواع باکتری فنر مانند حسابش بکنیم که سبب یک بیماری میشه که شما اسمش رو شنیدین، یک بیماری به نام کولرا.
بیماری کولرا که باکتریایی هست که در آب زندگی میکنه و در آبهای آلوده تکثیر میشه و میتونه مریضی کولرا رو ایجاد بکنه. در گذشته شاگرد عزیز کولرا بسیار میتونست در یک سطح وسیع مثل کرونا تقریبا یک جامعه و یک کشور را بگیره و یک شهر را مصاب بسازه و عده زیادی از مردم را به کام مرگ میکشان. اما امروز با توجه به بالا رفتن سطح بهداشت و صحت در جوامع انسان ها تانستن که این باکتریای خطرناک کولرا را که از نوع فنرمانند کامه شکل هست مهارش بکنن. امیدوار هستیم که روز برسه که ویروس کرونا هم مثل سایر امراض کنترل بشه و بشر بتونه که با اون مبارزه بکنه. خب فرصت ما در اینجا به اتمام میرسه. انشاءالله در درس بعد در رابطه با باکتری ها توضیحات کامل را به شما خواهیم داد. از شما شاگرده عزیز تشکر میکنم که درس همراهی کردین. حتما کار خانگیتان انجام بدین. کار خانگی شما پاسخ دادن به سوالات انتهای فصل هست، فصل دوم، که در رابطه با ویروس و باکتری ها سوالاتی را مطرح کرد. شما شاگرده عزیز لطف بکنین به سوالات انتهای فصل در مورد ویروس ها و باکتری ها پاسخ بدین و همچنین متن درس خودتان را که فصل دوم هست به دقت مطالعه بکنید. تا دیدار آینده خدا حافظ و نگهدار شما.